سلام سلام سلام، چطورین بچه ها؟ از اونجایی که حاشیه خیلی دوست داریم، امروز اومدیم دست پر با حاشیه چه حاشیه ای؟ پسر بد ایران، دختر بد ایران، سحر قریشی و امیر تتلو. تتلو. من یکی هم که همیشه امیر تتلو رو دنبال میکنه، ایشون هم از استایل و قیافه و تیپای خانم قریشی خوخم واقعا آرتیست خفنیه دیگه، دوستش داره. میخوایم آتیش بدیم، آتیش بریزیم. اول از همه چی؟ لایک و کامنت و اون زنگولن هم بزنید که کلی فیلم های خفن داریم. امروز بریم سراغ امیر تتلو و سحر قریشی ببینیم چیا بینشون گذشته، چی شده اصلا. یک، چرا بعد 2 سال خانم قریشی اومده به حواشی دامن زده؟ من که فکر میکنم به خاطر ویو یوتیوب بوده و سابسکرایب بگیر و تنها کاری که میتونست بکنه اینه که بیاد از امیر تتلو کمک بگیره. دقیقا، الان که دیگه درآمدی نداره، نمیتونه تو سینمای ایران کار کنه، الان مجبوره که از یوتیوب درآمد داشته باشه. بهترین کار چیه؟ با امیر تتلو وارد حاشیه بشه. و کی بیشتر از امیر تتلو میتونه اینقدر آتیش بزنه؟ آره، به ویو. این حرفایی زده شده، من پشمام ریخته. من با این حرفش موافق نبودم. وقتی میگی من عاشق تتوام، تتو زدن رو دوست دارم، این حرف پس چیه که میگی توی سن کم تتو نزنین، بعد طرحشو دیگه مثلا برسین به 40 سال 30 سال دیگه تر رو دوست ندارین، رنگی نزنی بتونی پاک کنی؟ آقا چجوری پس عاشق تتوی اگه فکر میکنی که تتوی که مثلا 20 سال قبل زدی بعد دوستش ندارین؟ نه، اینکه داستان میگن پشت هر تتویه، خب داستانت همینه که من توی اون زمان فازم این بوده دوست داشتم یه همچین تتوی بزنم، بعدش پشیمون بشم برم پاک کنم. بعدش پشیمون بشه برو پاک کنم. مثلا من میگم من این تتو اینجا تاریخ تولد مثلا مامان و بابام و فازی و میلو خودم، بعد بگم وای دیگه تو فاز تولد اینا نیست، تاریخ تولد اینا نیستم، دیگه نمیخوام برم بکنم. اصلا بالاتر از این که نیست، من کیتی زدم. خب چرا باید وقتی 50 سالم، حالا اگه برسم به 50 سال، چرا باید بگم وای چرا رفتم کیتی زدم الان من 50 سالمه؟ توی این سن حال کردم برم این تر رو بزنم. وقتی تتو دوست داشته باشی دیگه نمیای بگی من بعدها پشیمون میشم. چرا دخترها همشون سناریوهاشون شده مثل هم؟ اون یکی دوست دختر تتلو هم دقیقه همینجور، من کتک خوردم، من فلان، سحر قریشی هم دوباره همونا رو داره میگه. بابا یکم ابتکار داشته باشین، میخوان حاشیه درست کنین، تو یه جور دیگه بگو. من 6 ماه اونجا بودم، هر روز کتک میخورم. آقای امیر تتلو که دیگه خودتون میدونین اصلا رو درواسی نداره و خیلی زیبا خیلی زیبا قهوه‌ای کرده خانم قریشی رو، گفت 3 روز اول بدنشو به من نشون نداده. بعد از 3 روز که بدنشو نشونم داده، تازه دیدم مثلا جایی که جراحی کرده، نمیدونم چربی از کجاش زده کجاش و اینا، حالم بد شده دیگه باش حال نکردم، ولی دیگه نمیتونستم ردش کنم بره چون اعتیاد داشته و داشتم ترکش میدادم. تمومم تایید کردن که رفتم. آره. و موامو چیندن فنه. گفت یه سری چیزا رو من نمیتونم به خاطر اینکه قوانین یوتیوب رو باید رعایت کنم و اینکه بچهای کم سن و سال میبینن این ویدیوهای منو، نمیتونم تعریف کنم. یعنی خیلی شکنجه های جنسی هم فکر کنم شده باشه که اونا رو میگفت به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم تعریف کنم، خیلی اذیت شده بوده. خوبه دیگه، واقعا سناریو خیلی خوبی برای ویو گرفت. آره، چیده بود. فکر کنم خیلی هم ویو گرفت. هر کی میخواد ویو بگیره میاد امیر تتلو رو خراب میکنه، چون واقعا به قول خودتون شاخ مجازی تر از تتلو نداریم دیگه. آره. هر کی میخواد میاد شاخ. آره، مجازی هست امیر تتلو، واقعا گنگه و اینکه دیگه همه میشناسنش، حرفش هم میزنه. نه اعتماد به نفس نداره، فقط تو مجازی و افراده. آره، و چرا نرفتی؟ خب دیگه توی یوتیوبش گفت نمیتونستم بیام. چرا نمیتون؟ چون یا بدنم زخم بوده به خاطر تتو پیچیده بوده یا کتک خورده بودم. تو اون کنسرت خیلی حال سلطان خوب بود، من نمیگم. آره. خیلی فدا، خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. دوران خیلی کنسرتی که اصلا دورانی که با بود. خانم قریشی بود خیلی دوران خوبی بود، شاد بود، همیشه خوشحال بود. اصلا خود خانم قریشی همیشه شاد بود، همیشه میخندید توی لایوا، هر جا که با هم بودن تو عکسا یه لام از تو یه ذره اخ میکردی حداقل که ما بفهمیم داری شکنجه میشی.
آره همین رو میگفت، میگفت من همش منتظر بودم یه نفر بیاد کمکم کنه، منو نجات بده، ولی کسی نمیومد. کل مردم ایران داشتن میدین، تو اصلا کاری میکردی چی میشد؟ آره من تحت خشونت خانگی قرار گرفتم. حالا توی ویدیوهای یوتیوبش سرغورشی داره، میگه که دارم بدنمو اسید میزنم که پوستم بسوزه و دوباره ترمیم بشه، چون تتوهامو دوست ندارم، حالم بده. خیلی جوونا و تینیجرا رو نصیحت کرد که همینجوری نرین تتو بزنین، بعدها پشیمون میشین. من میگه من با آقای تتلو هم صحبت نشدین زیاد، فقط یک بار. الان ایجاب میکنه که ویوا اومده پایین. چیکار کنیم؟ بریم کی دیواری کوتاه‌تر از تتلو ندیدم که آقا تتلو میگه مردونگی نداره؟ میگه نه تو تخت کار بلد نیست. جدی؟ آقای تتلو گفته منو گردن بگی من یه آدم حسابی. آره. خودت داری میگی معتاد بودم بعد میگی آدم حسابی؟ برای آشناییشونم امیر تتلو اومد گفت من اصلا اینو دوست نداشتم، من دختر داییشو میخواستم، دختر تتلیتی بوده، ولی این اومده هی زیرابشو زده، گفته این معتاده، این با 100 نفر هست، این به همه میده، خودشو کرده تو پاچه من. جلوه 4000 نفر 3000 نفر آدم چقدر پرچم تو برد بالا؟ دقیقا واقعا پرچم بلند شدی جلوی همه بوس فرستادی، کسی که هر روز کتک میخوره چرا از بوس رو نفرست دیگه؟ چرا کبودی نداشتی اون روز؟ چرا اون روز کبود؟ چرا اصلا بشین اخ کن بگو هر روز منو میزنه. امیر تتلو براش موزیک خوند، کسی که برای سرغورشی موزیک خوند امیر تتلو بود. امیر تتلو با سرغورشی تیک زدن، براش موزیک خوندی؟ حالا موزیک هم که خونده، حرف اینی موزیک خونده، نخ داده نخ گرفته، خب اصلا مشکلی نداریم، ولی آلبوم بهد یه کل آهنگاش از برای من خونده، یعنی منو میزده. آره زجرایی که منو میداده، زجر میداده. آره این که شیشمه آدم چجوری میتونه همچین حرفی؟ آهنگ انتظار گفت برام فرستاده، گفته آره، این هدیه تولدمه، تولدته، به تقدیم میکنم. خانم قریشی شما که میای به ایرانی ها بی احترام میکنی، شما معنی تتو رو اصلا نمیست، بعد اومدی تو تتو میگی اینجا اصلا تتو باب نیست، هیچکی هیچی نمیدونه تو دبی، بعد میگی تو ایران هیچکی هیچی نمیفهمه معنی تتو، اصلا حرفات با هم جور در نمیاد، بعد میگی اینا هیچی نمیفهمن، بعد تو خارج همه معنی تتو رو میفهمن، چجوریه؟ میفهمن و نمیفهمن؟ اگه اشکال نداره شما برای ویوهای یوتیوبتون بیان بگین آقای تتلو شما رو کتک زده، ولی چرا اشکال نداره؟ دروغ آقا دروغ، اشکال نداره، دلش میخواد بیاد دروغ بگه خب، ولی این با این حرفت موافق نیستم که میگی پیرسینگ زدن بعضی جاهایی که شما میان میرین میزنین معنی بدی داره. اصلا چرا باید به یه چیزی معنی بدیم؟ دلش خواسته بره یه جایشو پیرس بزنه، چیزی هیچ معنی بدی نداره. از خانم خفنی مثل شما بعید بود طوری صحبت میکنه در مورد تتو که ما هیچی نمیفهمیم، همون قدی تتو داره منم هم دارم، اومده میگی ما هیچی نمیفهمیم، تو خیلی واردی، حد خودتو بدون خانم قریشی. بعد در مورد ایران درست ساعت کرد، سلطان بی‌حرمتی به مردم ایران، بی‌حرمتی به تک تک مردم ایران، بی‌حرمتی کردی به تینیجرا، بی‌حرمتی کردی به همه، بی‌حرمتی کردی، حرف زدن رو برین یاد بگیری بعد بیان آرتیست بشین. چه واضح تتوها رو نشون ندادی. آره واقعا تتوهات خیلی قشنگ بودن، الان من یه تیکش رو دیدم، یه دختر لخت اینجا خیلی خوشگل بود، به نظرم دیتیل های خیلی خفنی هم داره، اینجوری هم که میگفتی خیلی دارک شده و اینا، اصلا نزدیک نشون ندادی. من با چند تا دکتر صحبت کردم، من اینجورم قبل از این که شما تا با امیر تتلو ریل بزنی تیپاتو دیده بودم که ببخشید واقعا تیپای کونیوار بود. بعد این که تتلو اومد تیپ زدن رو یادت داد، استایل گنگ رو یادت داد، تو اینجور خودت برو عکسای خودتو نگاه کن بابا، قبل و بعد داریم ماشاءالله. آره. آرتیست همه عکساتون هم که پخش شده، ببین تو اصلا که ناخون کوچیکه تتلو هم نمیشی. حالا من کاری ندارم و من طرفدارشم، تعصب دارم، مشکلی ندارم، ولی اعتماد به نفس کاذبی که شما داری واقعا خیلی، تو حتی برای ویو مجددم داری التماس تتلو رو میکنی، حتی دو تا سابسکرایب بگی دست به دامن تتلو شدی. من طرفدار خانم قریشی ام، برن فیلمشو ببینن بعد بیان نظر بدن، اگر میخوان فوشم بدین فیلمو ببینین، قضاوت با خودتون.
دمتون گرم بچه ها، خیلی دوستتون داریم، سرتون هم درد آوردیم دیگه، میشه هنوز ساعت ها حرف زد ولی دیگه به پایان آمد این دفتر. دفتر حکایت همچنان باقی. چی گفتم؟ هرچی قایدم. بچه ها حمایتیاتون نره، به ما انرژی بدین، ما دوباره برگردیم با حاشیه. اگه دوست دارین از این ویدیوها حتما به اون بگین، دوباره براتون میاریم. از اینا شبتون بخیر، خدافظی، مواظب خودتون باشین، نمایت فراموش نشه، خدافظ. قلب رنگی هو هو هو. و همیشه در آخر فیلم هو 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 هو.